<متحنت> آقای سرمونشی از اینکه که به ما وقت داده تشکر سوال اولم این است که شما می دانید افغانستان اخیرا شاهد افزایش خشونت ها بوده مخصوصا در شمال و شمال شرق از جمله در کندوز، فاریاب و بدخشان با در نظر داشته این وضعیت آیا ناتو وارد یک ماموریت جدید محاربوی در افغانستان خواهد شد؟ ما در نظر نداریم که وارد یک ماموریت جنگی جدید در افغانستان شویم ما برای سالها ماموریت جنگی در افغانستان داشتیم که طولانی ترین و بزرگترین ماموریت جنگی این پیمان بوده است این ماموریت در چوکات آیسف به پیش می رفت که سال گذشته به پایان رسید حالا ما ماموریت دیگری داریم که آموزش دهی، کمک و مشاوره و یا همان ماموریت حمایت قاطع است. فکر می کنم در دراز مدت امکان ندارد که ناتو در یک کشور دیگر برای این همه سال درگیر یک ماموریت جنگی دیگر شود. زمان باید مسئولیت امنیت افغانستان به دوش افغانها گذاشته شود و این چیزی است که سال گذشته اتفاق افتاد. <applause> آیا نیروهای امنیتی افغان می تانن به تنهایی برزده طالبان و دیگر گروه های شورشی در افغانستان به بله می توانند آنها یعنی نیروهای امنیتی ملی افغانستان ثابت کردند که we خیلی توانا هستند اما با کمک به آنها ادامه می دهیم. Uh, ما آنها را آموزش و مشوره می دهیم و به آنها کمک می کنیم اضافه این ناتو و همکاران ناتو مقدار چشمگیری بودجه نیروهای امنیتی ملی افغانستان را فراهم میکنند Another یک موضوع قابل نگرانی دیگر برای رهبران افغان و شماری از رهبران منطقه حضور دایش در بخشای از افغانستان است ناتو تا چه اندازه از حضور شورشیان گروه دولت اسلامی در این کشور نگرانی دارد؟ من با رئیس جمهور غنی دیدار داشتم او درباره نگرانی ها از افزایش حضور دایش در افغانستان برای معلومات داد ما همچنان گزارش هایی داریم درباره القاعده و البته که طالبان همین دلیل است که ما حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی ملی افغان را در مبارزه ایشان با تندروی تروریسم و خشونت کمک میکنیم ما حمایت از آنها را ادامه خواهیم داد هیچ کس باور ندارد که این یک کار آسان است یا صلح و ثبات به سادگی به افغانستان برخواهد گشت اما فکر می بهترین است که خود افغان ها این کار را به پیش ببرند و ما به این که مسئولیت عملیات محاربوی در افغانستان را داشته باشیم از نیروهای افغان پشتیبانی میکنیم. اجازه بدین توجهتون را به یک موضوع دیگر جلب کنم رئیس مشران و جرگی افغانستان به ما اخیرا گفت که مسکو به زودی ده هزار میل کلاشینکوف را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار خواهد داد آیا شما درباره دخالت نظامی روسیه به این پیمانه در افغانستان نگران هستید؟ leave فکر می کنم باید بگذاریم که حکومت افغانستان، اردو و نیروهای امنیتی این کشور تصمیم بگیرند که چه نوع وسایل نیاز دارند و از وسایل کشورهای مختلف از جمله روسیه استفاده کنند. اطمینان دارم که اردو افغانستان میداند که چه نوع وسایل برای آنها قابل استفاده است و از این وسایل به طور مسئولانه استفاده می کند آنچه مهم است این است که افغانستان یک کشور مستقل و آزاد است. ما برای سالها این کشور را حمایت کردیم و به حمایت خود ادامه خواهیم داد البته که نه با اجرای ماموریت بی، بلکه با کمک آموزش و مشوره دهی با آینده ای حضور ناتو را در افغانستان چگونه بینید؟ ما حضور ما در افغانستان را ادامه می دهیم انتظار دارم که وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در جریان همین هفته تصمیم بگیرند که تقریبا شمار فیلی نیروهای ما را در جریان سال 2016 نیز در افغانستان حفظ کنند سپس ما به طور متداوم وضعیت را بررسی خواهیم کرد و تصمیم خواهیم گرفت که چه زمان حضور خود به این پیمانه را پایان دهیم اما حتی اگر معمولیت فعلی ما حمایت قاطع به پایان برسد حضور خود را در افغانستان ادامه خواهیم داد تصمیم گرفته ایم که یک همکاری طویل مدت با هم را به وجود آوریم که یک ماموریت ملکی خواهد بود و در جریان آن با افغان ها کمک میکنیم و البته این را هم در نظر داریم که پول مورد نیاز را برای تمویل نیرو های ملی امنیتی افغان فراهم سازیم پیام شما به مردم عام در افغانستان چیست؟ پیام من این است که ما از شما حمایت خواهیم کرد و با شما خواهیم بود اما در دراز مدت آینده افغانستان به دست افغان هاست و امنیت آینده افغانستان باید در دست نیروهای امنیتی ملی و اردوی این کشور باشد